سلام همه عزیزان، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخواییم درباره FTP سرور از طریق وبسایت یا همون IIS مایکروسافت بحث کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما یک هاستی داشته باشیم و قابلیت دانلود و تغذیه فایل ها از طریق مرورگر رو ما تو دستگاه های دیگه ای که بهش دسترسی دارن ایجاد کنیم. حالا به چه صورت این اتفاق میفته؟ ما میایم یک IIS که اصطلاحا اینترنت اینفورمیشن سرویس هست ایجاد میکنیم، یک سایت ایجاد میکنیم. توی اون سایت که ایجاد میکنیم، به جای اینکه بهش بگیم یک صفحه وبی رو به ما نشون بده، میگیم محتویات فایلی که ما در دسترسش قرار میدیم رو به اون اصطلاحا یوزری که پشت اون دستگاه هست نشون بده. حالا میتونیم یه کاری کنیم، قابلیت دانلود داشته باشه، قابلیت نمایش داشته باشه، قابلیت اجرا داشته باشه و غیره. بریم انجامش بدیم. خب اولین کاری که من انجام میدم، کنترل پنل رو باز میکنم برای اینکه بیام و وب سرور و IIS رو راه اندازی کنم. از لیست روی گزینه پروگرام اند فیچرز کلیک میکنم و از سایت بار سمت چپ 10 ویندوز فیچرز آن اور آف رو کلیک میکنم. یه پنجره‌ای که باز میشه، موارد زیادی وجود داره که سرویس های مایکروسافت هست. من گزینه IIS یا اینترنت اینفورمیشن سرویس رو چیک میزنم. یک مربع داخلش ایجاد میشه، یعنی تمام موارد زیر مجموعهش چیک نخورده، اما مواردی که شما نیاز دارید برای حداقل ها اینجا چیک خورده. ببینید توی این مورد ما نیاز نداریم بقیه موارد رو تیک بزنیم، اما اگر بخواید سایت های خاصی مثل سایت هایی که با MVC نوشته شده و بقیه موارد رو اجرا کنیم، میباید بعضی موارد دیگه از این اصطلاحاً مجموعه www سرویس یا World Wide Web سرویس رو اصطلاحاً تیک بزنیم. من پیشنهاد میکنم که این گزینه www سرویس رو کامل تمامی موارد زیر مجموعش رو تیک بزنید، اما نزدیم هم توی راه اندازی FTP سرور نیازی نیستش. خب من اوکی میکنم تا موارد اضافه بشه. خب همونطور که میبینید این اتفاق افتاد و موارد من اضافه شد. بعد از اینکه این اتفاق میفته و سرویس IIS مون راه اندازی میشه، توی استارت IIS رو ما سرچ میکنیم و اینترنت اینفورمیشن سرویس رو باز میکنیم. توی بخشی که ایجاد شده، ابتدا ثبت میکنیم که تمام این سرویس ها به درستی راه اندازی بشن و اصطلاحاً تو حالت استارت قرار بگیرن. خب از سایت بار سمت چپ من دابل کلیک میکنم و توی قسمت سایت، همونطور که میبینید، یه دونه دیفالت وبسایت وجود داره. من یک سایت جدید رو به اسم FTP ایجاد میکنم. توی بخش بعدی باید به یک سورس بدم، بگم کدوم فایل ها رو بیا و اجرا کن. میام توی درایو سیم یه دونه فولدر ایجاد میکنم به اسم FTP و مسیر این FTP رو به این سایت هم انتقال میدم. خب توی بخش بعدی میگه پورت رو برای من مشخص کن. پورت رو زمانی که مشخص میکنید، یعنی بعد از این که شما آدرس IPتون رو میزنید، بعد دو نقطه اون پورت رو بزنید، مگه اینکه اون پورت دیفالت باشه، یعنی 80 یا 443 باشه. خب از اونجایی که پورت 80 یا 443 اینجا اصطلاحاً درگیر هست، 443 که برای SSL هست که ما نداریم و پورت 80 هم جای دیگه ای درگیر هستش. خب من چیکار میکنم؟ این رو کنسل میکنم، میرم این دیفالت وبسایتم رو ریموو میکنم از هر دو جا و دوباره رو سایت کلیک راز از ویب سایت رو میزنم، FTP رو بهش میدم و مسیری که برایش در نظر گرفتم. حالا پورت 80 من دیگه جایی درگیر نیست و میتونه به این مثلا سایت من اطلاق بشه. توی قسمت بعدی روی سایت من باید کلیک بکنم و اصطلاحا ببینید زمانی که تو حالت عادی ما یه سایت رو ایجاد میکنیم، توقع داره که یک فایلی تحت عنوان index.html رو بهش بدیم تا صفحات این مرورگر برای ما باز بکنه. اما حالا چه اتفاقی افتاده؟ من
گوگل کروم رو باز میکنم و ببینید چند حالت وجود داره. یکی از حالت هایی که به سیستم جاری اشاره میکنه لوکال هاست هست. من لوکال هاست رو سرچ میکنم. همونطور که میبینید به من داره یه ایرور نشون میده. یعنی چی؟ یعنی من دنبال یه فایل به اسم index.html هستم ولی اون رو پیدا نمیکنم. چرا پیدا نمیکنه؟ چون که اصلا نباید دنبال اصطلاحاً یک فایل باشه. باید تمام مجموعه فایل هایی که توی این مسیر وجود دارن رو به من نمایش بده. برای این اتفاق باید دایرکتوری براوزینگ رو من اینجا نیبل کنم که محتویات دایرکتوری رو به من نشون بده. خب اینجا من مجددا این رو سیت می کنم. همونطور که میبینید داره فایل هاشو به من نشون میده. چه فایلی؟ یه فایلی اومد به اسم web.config درست کرد تا اصطلاحا اون دستورات لازم و کدهای لازم رو در این مسیر برای من قرار بده. من اوپن دیدش رو میزنم و با نوتپد بازش میکنم. همونطور که میبینید یه سری فایل های XML برای من اینجا نوشته و انتها هم گفته آقا دایرکتور براوزینگ نیبل باشه و محتویات رو من نشون بده. خب حالا من اومدم چند تا فایل و محتویات رو اینجا آماده کردم و میخوام بهش اینجا ارجاع بدم که توی اون بخش به من نمایش بده. خب من میام سراغ این یه رفرش انجام میدم و یه فایل دارم. ببینید فایل رو ما تو ابعاد مختلفی داریم. اگر بخوایم یک فایل به صورت دانلودی وجود داشته باشه معمولا به صورت زیپ یا وب قرار میگیره. فرمت های دیگه هم هستن ولی ما روی این دو تا فرمت بیشتر متمرکز هستیم. من به محض اینکه روش دانلود مثلا کلیک کنم دانلودش صورت میگیره و میتونم این رو بازش بکنم. خب همونطور که میبینید فایل من به سادگی باز شد، دانلود و باز شد. این تکلیف فایل ها توی این FTP ما. ما یه قسمت دیگه داریم به اسم موبایل اپ. ببینید زمانی که فایل instagram.apk یه فایلیه برای اصطلاحا اندروید، من روش کلیک میکنم به من ایرور نمایش میده، میگه من نمیتونم این فرمت رو شناسایی کنم که اصطلاحا این اکستنشن برای چی هستش و برای چه اتفاقی. یه ذریب موارد هم هست که میگه آقا من میام اسکریپت ممکنه باشه. حالا کار ندارم، میام توی این قسمت موبایل اپ توی درویسی میگم آقا شما اتو آرسی به صورت رر وجود یا رر یا صلاح زیپ وجود داشته باشه. من زیپش رو میکنم و اینجا دوباره بک میزنم، یه رفرش میدم و میگم که اینجا instagram.zip. مجدد این فایل من دانلود شد بدون هیچ مشکلی و این هم تکلیف اپلیکیشن هایی که به صورت APK هستن. توی قسمت بعدی من یه موزیک دارم که زمانی که روش کلیک بکنم شروع میکنه به اجرا شدن این اصطلاحاً موزیک. اگر هم میخواید این موزیک قابل دانلود باشه اینجا یه گزینه‌ای داره به اسم دانلود و میتونید دانلودش کنید. قسمت بعدی قسمت تکست هست. ببینید تکست ها به صورت همون متنی که محتواش هست اینجا نمایش داده میشه و کار خاصی نداره، چون ما یه تکست داریم که می‌خوایم شخصی که میادش کلیک کنه بتونه ازش تغییر کنه این تکست رو ببینه. قسمت بعدی ویدیو هست. ویدیو هم تکلیفش مثل موزیک بود و اصطلاحاً شروع میکنه به اجرا شدن و باز هم توی این قسمت ما یه گزینه دانلود داریم که میشه این رو دانلود کرد. و موارد ما به پایان رسید. web.config که تکلیفش مشخص هستش، همون اصطلاحاً کدهایی هستش که دایرکتور براوزینگ رو به ما رو نشون میده و قابلیت دان. گزینه های دیگه ای هم وجود داره که ما باید براش انجام بدیم، چون این موارد داخل سیستم قابل انجام هست. ما یه بخشی داریم به اسم فایروال که میاد پورت های ما رو بسته نگه میداره. توی این فایروالمون ما میاییم و یک نیورال میزنیم. دقت کنیم کدوم قسمت از فایروال رو باز کردم، Windows Defender Firewall. حالا بریم از یه بخش دیگه وارد شیم. من میام توی قسمت کنترل پنل از
بخش بیس و اصلی. توی قسمت ویندوز دیفندر فایروال اینجا من باید از سایدبار ادوانسد سیتینگ رو بزنم تا اون پنجره که اونجا باز کردم به عنوان ویندوز سیتینگ ویت ادوانسد سکیوریتی باز بشه. اینباوند رولش برای باز کردن پورت هستش. من نیو رول رو میزنم، میگم یک پورتی دارم، کدش یا عددش 80 هستش و میگم که این رو تحت عنوان FTP برای من باز کن. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر توی شبکه داخلی من کسی بخواد دنبال این FTP من بگرده، به سادگی با زدن IP این سیستم که از طریق CMT و دستور IP Config قابل دسترس هستش میتونه به FTP من دسترسی داشته باشه. این هم از آدرس IP داخل شبکه داخلی. حالا یه شبکه اصطلاحاً دنیای اینترنت هم داریم که اونجا ما باید بریم توی مودممون دستوری و اصطلاحاً عملی تحت عنوان پورت فوروردینگ یا ویچوال سرور رو انجام بدیم و بگیم که اون اصطلاحاً پورت 80 خارجی روی پورت 80 داخلی روی IP این سیستم که این هسته فوروارد بشه و بعد از این اتفاق با IP استاتیکی که روی مودم هستش ما به این سیستم و این FTP مون دسترسی خواهیم داشت. نکته ای که اینجا وجود داره، پورت 80 برای همه باز نیست. ISP ها برای امنیت خود اون اصطلاحاً مودم و کسایی که زیر مجموعه شبکه‌اش هستن، این پورت 80 رو از خود ISP شرکت اینترنتی اینترنت سرویس پرووایدر می‌بندن. پس اگر دیدید پورت 80تون رو روی مودم فوروارد کردیم یا ویچوال سرورش رو فعال کردیم ولی باز نشد، یه زنگی به ISP تون شرکت اینترنتتون بزنید، بگید پورت 80تون بسته است و اونا کمکتون می‌کنن که این پورت برای شما باز بشه. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید.